با عرض شب خیر و درود به همه دوستان عزیز، مشی سخن هستم در کنار خانم دکتر فریبا رویزاده با یک برنامه دیگه. تقریبا آخر سال یهودی هستیم، نزدیک روش هشانه، سال جدید نیو ایر. امیدوارم که امسال سال خوب، سلامتی، آرامش، فکر خوب برای همه باشه، شادی و تو همه دنیا. دکتر رویزاده خوش اومدین به برنامه خودتون. سلام، خیلی ممنون، مرسی که دوباره امروز من دعوت کردین. خیلی برنامه قشنگیه و از اول از همه خودتون تشکر میکنم، بعد از عزیزانی که به این برنامه دارن گوش میکنن هر جای دنیا که هستن. انشالله که سلامت و سالم و خوشحال باشن و بتونن خودشونو آروم و خوب نگه دارن با همه خبرهایی که دور و بر ما میگذره. آمین، با امید خدا. ما داریم سعی میکنیم با برنامه‌ای که میذاریم مقدار زندگی رو برای همه راحت‌تر کنیم و فکر کنم این مثلا حالت، فکر کنم یه کنفرانس داره، مثلا یه تاپیک ما انتخاب میکنیم، البته با کمک شما. فکر کنیم مثلا اگر روزای معمولی بود، کووید نبود، مثلا میرفتن تو هتل و با تاکسی برن، پول بدن، بشینن، وقت بذارن، ولی الان از یه برنامه با تجربه های شما و آرتیکل های خیلی قشنگ که پیدا میکنید، تاپیک های خیلی قشنگ که دوستان استفاده کنن و بتونیم سطح دانش خودمون رو بالاتر ببریم. هر چقدر ادویکیشن، این تعلیم، تربیت، هم برای خودمون هم جامعه بهتر باشه، فکر کنم آپگرید میشه، برای همه بهتره. فکر کنم یه زمانی نهایتا خواهد رسید که دنیا از این حماقت و دیوانگری بیرون میاد، اون موقع دیگه نه جنگی خواهد بود، نه مافیا بازی خواهد بود. همه اتفاقا شاعر هم میگن همه جنگ و دعوا به خاطر همین حماقت و نادونیا هست. نور روشنایی بیاریم، تاریکی ها میره کنار. بومیت خدا انشالله. و من میخوام اضافه کنم که من این برنامه رو دوست دارم به خاطر که با شما اجرا میکنم. شما اینقدر خودتون نازنین هستین، اینقدر چیزای قشنگ اضافه میکنین، سوالای قشنگ، سنس اف هیومرتون که اینقدر میخندین، داستانای قشنگ، جوکای قشنگ میگین، خیلی این برنامه برای همه عزیزان قشنگ‌تر میکنه. قبل از اینکه شروع کنم، برای عزیزانی که من نمیشناسن دوباره خودم معرفی کنم. فریبا رویزاده هستم، مشاور خانواده، آفیسم توی لس آنجلس هست و بیشتر با انگزایتی استراب کار میکنم. آن دی ساید کمک هایی هم میکنم برای ایرانی های عزیزی که they have severe mental illness in the family و کمک های آموزشی میکنم. اونا به وسیله نامی نشنال نایستان mental illness به طور مجانی انجام میدم و یه چیزی که خیلی بهش افتخار میکنم بعد هدفه بگم، چون اونجا فکر میکنم دیدون گدو بده. چون موفق باشین و بهتر و بهتر. تاپیک امشب هست real confidence، یا گفتیم به فارسی اعتماد به خود یا دیگران. یه مقدار توضیح بدین که بخوایم در چی میخوایم وارد بشیم که تا دوستانم دارن تشریف میارن. خب وقتی که با هم دیگه داشتیم شروع میکردیم اینو، معمولا جالبی اینه که من زیاد فکر نمیکنم، با ربایم از قبل هیچ در میان نمیذارم، مثلا خیلی جالبتر و قشنگتر میشه برنامه مون. فکر میکنم در مورد اطمینان داریم صحبت میکنیم. حالا اطمینان کردن به خودمون، به دیگران، به دنیایی که توش زندگی میکنیم و چه تابی که به جای به خاطر کووید و تمام سیاستهایی که پیش اومده، یکی میگه واکسن بزن، یکی میگه واکسن نزن، یک چه میدونم اتفاقی تو افغانستان میفته، چجوری میتونیم اون حالت خوب اعتماد و سلامتی و ایمان خودمون نگه داریم با همه چیزهایی که در اطرافمون پیش میره و چطور رابطه‌های خوبی میتونیم داشته باشیم و چجوری این همش با هم دیگه ربط داره، از کجا اومده و اصلا ببینیم کجا میره. من فکر کنم مهمترین چیز اطمینان آرامش خاطره. کسی که اطمینان به یه چیزی داره دیگه خیالش راحته، ولی وقتی ندونه این رای که انتخاب کرد، چه تو ازدواج، چه سلامتیش یا هر چی دیگه، نه شب داره نه روز داره. تو واقعا میگه اینو 2000 سال پیش گفتن، میگه بدترین چیز برای بیخوابی و اینا شک و تردیده. یعنی کسی که شک و تردید داره، بهتر انسان اشتباه بکنه ولی در شک و تردید باقی نمونه، یا انجام بدم انجام ندم، بخرم خونه رو نخرم خونه رو، این کار درسته این کار اشتباهه. و فکر کنم امشب میخوایم باز کنیم، فکر کنم همه احتیاج داریم که چگونه این اطمینان خاطر رو ما بتونیم به دست بیاریم. و واقعیت اینه که ما توی دنیای زندگی میکنیم که با اینکه خیلی سا کنترل داریم، خیلی چیزا کنترل نداریم، کنترل به اشتباه خودمون نداریم، کنترل به تصادفات، اعمالی که از دست ما خارجه نداریم. سو هیچ وقت 100% ما نمیتونیم به چیزی
گارانتی بکنیم که 100% میتونیم بهش اطمینان کنیم، ولی میتونیم یه آرامش داشته باشیم که وقتی یه تصمیمی میگیریم دیگه با اون تصمیمی که گرفتیم تموم شد، دیگه خودمون رو خیلی اذیت نکنیم، دیگران رو اذیت نکنیم، حتی وقتی به خودمون میرسه. سو چجوری اطمینان کنیم و دنیایی که به قول شما اینقدر عوض میشه، مرتب اتفاقات جدید میفته، خبرهای عجیب میفته، هر کسی به یه چیزی اعتقاد داره، چجور میتونه ما هنوز یه آرامش در خودمون برقرار کنه با همه اتفاقایی که میفته. و جالبه کار اینه که ما وقتی میتونیم اون آرامش و اعتماد به نفس خودمون رو با خودمون داشته باشیم، اون تنها موقعی که بعد میتونیم تو رابطه های دیگه و اون با دیگران داشته باشه. وقتی که من خودم رو میشناسم، وقتی من خودم میدونم که چجور کار میکنم و کجا خوبم، بعدم کجا اشتباه میکنم و دو خودم کار میکنم، بعد اشتباه های دیگران ممکن اینقدر اذیتم نکنه، ولی باز دوباره صحبت میکنیم که چجوری میتونیم یک کاری کنیم که اون اعتماد به خودمون داشته باشیم و به دیگران بدیم. خب از اینجا میخوام بگم که اعتماد به نفس از ترس میاد، از بیشترش هم از ترس اتفاقات گذشته ممکنه باشه. یعنی بعضی بیشتر اعتماد به نفس دارن، بعضی کمتر اعتماد به نفس دارن، و اون اعتماد به نفس به انگلیسی بابش میگیم trust کردن، اطمینان کردن، trust کردن، یه چیزی که تو 3 سال اول زندگی یه بچه به وجود میاد. و بچه‌هایی که اون 3 سال اول سالم خوب داشتن، بیشتر موقع وقتی که بزرگ میشن، اگر اون 3 سال آروم و خوب و حالا بیشتر توزیدن به خوب بوده، دیگه این وقتی که بزرگ میشن اینقدر دوگانگی و داوت و شک نسبت به خودشون دیگران ندارن. مثلا اونایی که مادر هستن یا مادر بزرگ هستن یا پدر بزرگ هستن یا پدر هستن، خیلی مهمه بدونن که بچه ها خیلی مهمه که 3 سال اولشون چجوری بزرگ میشن. اون آرامشی اونجا پیدا میکنن باعث اطمینان آیندهشون خواهد بود. این اول چیزی که میخواستم بگم. و خیلی مهمه که فرق بین self confidence and self esteem هم اینجا بگم. من خودم بعضی موقع اینا قبلا خیلی اشتباه میکنم، ولی الان فکر میکنم یه جورایی بهتر میتونم اینا فرقشون رو بگم. confidence به اون احساسی میگه که من به خودم، هممون داریم، ما confidence رو داریم، حالا چه جوری شده این فرق داره. بعضی confidence منفی دارن، بعضی confidence مثبت دارن، بعضی confidence دروغی دارن. حالا مثبت چیه؟ مثبت اینه که من خودم رو میشناسم، capability خودم رو میدونم، ability خودم رو میدونم و میدونم و میتونم که یه کاری انجام بدم. این کانفیدنس مثبتی که هممون داریم. کانفیدنس منفی اینه که من ممکنه که یه چیزایی بدونم، ولی پیش خودم کانسنتی دارم میگه نمیدونم. یعنی بیشتر موقع به خودم این حرف رو میزن. و یه کانفیدنس دروغی داریم که مردم هم گول میزن، خودت هم گول میزنی، اینه که یه چیزایی نمیدونم و مرتبم میبینم یه اشتباهی میکنم، ولی محکم اینجا واسدم بشه خودم میگم هیچ مسئله این نیست، من میدونم چه کار میکنم. مثل بعضی عزیزان ما که رانندگی میکنن، نیم ساعت تو خیابونو گم میشن، بعد مثلا اون کسی که توی ماشین باشون نشسته بهش میگه ببین بعد اینجا دست راست بپیچی، میگه نه توی چینه من خودم میدونم. یعنی نیم ساعت گم میشن، همون اشتباه دوباره میکنن و به حرف دیگه گوش نمیکنن. بهم میگن یه اعتماد، ولی اینو مرتب تو همه جای زندگیشون داره. یعنی یه صفر کامیس دروغکی، یعنی به واقعیت ربط نده، یا هیچ چیزی در مورد یه چیزی نمیدونه، ولی they go around and they say oh I know a lot، و بیشتر از اون چیزی که میدونم میگن و برشون سخته بگه من نمیدونم. اصلا اینقدر قولشون زیاده که نمیتونم میگه من I don't know. Okay. So پس شد منفی، مثبت و دروغی. این کانفیدنسه. اوکی. یعنی من توانایی کیپبلیتی یا دانایی دارم یا ندارم. این میشه کانفیدنس. سلف استیم خیلی ریشش عمیق تر از اونه. از نفس میاد، از کور میاد، از دپت وجودتون میاد. وقتی که تو وقتی تو سلف استیم نداری، حس میکنی در درونت حرمت نداری، حس میکنی وجود نداری، فکر میکنی ارزش نداری. میشه به پرسونالیتی ربط داره. به اینکه من آدم بدی هستم ربطه. وقتی من سلف استیمم کمه، یعنی من خوب نیستم، دوست داشتنی نیستم، کسی منو نمیخواد. خیلی عمیق‌تره، خیلی
خیلی عمیق‌تره اون. واسه همین دوتاشون از این میاد که من به خودم اطمینان ندارم، یا اطمینان دارم یا اطمینان دروغی دارم، کم و زیاد دارم. ولی فرقش به سلف استیم اینه که سلف استیم خیلی عمیق‌تره، خیلی دپتش بیشتر. اوکی؟ okay. اینجا خوب؟ عالی. سوال، حرف، کامنت، داستان. به موقعش میگم. به موقعش هم بگم. اوکی. Okay. فرق این دوتا فهمیدیم و یه مقدار میخوام حالا در مورد این صحبت کنیم که اصلا چجوری، یعنی از کجا میفهمم یک کسی اطمینان به خودش و دیگران داره یا نداره، سایناش چیه، علامتاش چیه بیشتر. اوکی؟ یکی از علامتهای اطمینان نداشتن به خود و دیگران اینه که مرتب خودم رو تست میکنم. حتی اگه ازدواج کردم ممکنه برم مثلا بخوام یه کاری بکنم توجه مردای دیگر جلب بکنم، یا اگر آقایی هستن مرتب میخوان برن اپرووال خانمهای دیگر بگیرن، با اینکه ازدواج کردن، به خاطر به خودشون اطمینان نداره. من یه عزیزی داشتم که باشون کار میکردم و میگم من مرتب میام تو توی آینه وا میستم به خودم میگم بد چیز نیستی، ولی با اینکه اینا میکرد به خودش اطمینان نداشت. بازم سعی میکرد که مثلا راه های مختلفی پیدا کنه که مثلا اون تست رو بگیره که دیگران بهش بگن یوکی. یعنی مرتب چون به خودش اطمینان نداره هی دیگران رو تست میکنه و خودش رو تست میکنه. همون کسانی هستن که میخوان دیگران راضی نگه دارن معمولا؟ فقط راضی نگه دارن، در درون خودشون به خودشون اطمینان ندارن. مثلا ما همه ماها وقتی بزرگ میشیم بالاخره یا توی جامعه یه چیزایی در مورد خودمون کشف میکنیم که من زیبایی متوسطه، دونوییم انقدره، اینم انقدره، ولی اینها با اینکه اینا در درونشون حس نمیکنن. میخواد یه کسی مرتبشون میگه آره تو زیبایی، تو میدونی، دنبال اون میگرده. یعنی با اینکه خودشون رو اکسپریانس نشون داده که مثلا ممکن نمره خیلی خوب داشته باشه، اچیومنت زیاد داشته باشه، مرتب تو زندگی باشه، تو چقدر زیبایی، نمیدونم دانایی زیاد داشته باشه، همه این چیزا رو دارن، ولی بازم در درون خودشون یه احساس امتی بودن، خالی بودن میکنن. حس میکنن بعد از تست بشن و دوباره یک بعد بهشون میگه باور نده. یعنی عمق وجودشون مثلا همین سلف استیم از کرمه، عمق وجودشون باور نده، اینجا نچسبیده، خالیه اونجا. هی معتب بعدی که بهش بگه حس پوچی و هیچی میکنن. آفرین. با این که مثلا خیلی چیز هم که برشون گوینگان باشه، درس خونده باشن، خیلی چیز داشته باشن، ولی هی خودشون تست میکنن به خاطر اینکه اونو باور ندارن، یادشون میره باور ندارن، دنبال یکی میگردن چک کنن و باور کنن. و چون این احساس دوست داشتن ندارن ممکنه بعضی موقع خودشون رو توی رابطه های سابوتاژ کنن. یعنی چی؟ یعنی که مثلا رابطه خوبی اگه داره پیش میره انقدر نیدی بشن، انقدر یارو چک بکنن، انقدر به اون بگن من خوبم، چه به اون نگاه کرد، چه اونجوری کرد، چه اونجوری کردی، که رابطه های خوبشون رو به خاطر این عدم اعتماد به نفس به خطر بندازن. Okay. این یکی دیگه از علامت هایی که مثلا من اطمینان ندارم به خودم، خودم رو سابوتاژ میکنم. یا اگه یه کاری دارم، کاری داره بهتون پول میده، حقوق میده، همه چیزم عالیه، ولی چون که به خودم اطمینان ندارم هی کوشن میکنم، هی میرم پیش مثلا رئیسه ازش سوال میکنم، یا اینکه مثلا باورم نمیشه که اون کار رو دارم و باورم نمیشه که اون کار خوب دارم انجام میدم. با اینکه همه علامت ها به تو نشون میده که سر کار داری میری، پولت هم داری میگیری، کسی هم تاله کامپلین نکردی، هیچ کم مشکل نداشته با تو، ولی در درون خودم چون نمیدونم هی میام چک میکنم، هی فهم میکنم نمیدونم، هی میام سوال میکنم. سعی مثلا همه بعضی موقع به خاطر اینجوری یه موقع شک میندازیم به رئیستون، به کسی که دوستش دارین که نکنه یه چیزی من نمیبینم، و اگه طرف هم اینسیکیور باشه دیگه کارتون درسته. اوکی. سو اگه دو نفر آدم که با هم دیگه تراست ندارن به هم بیفتن دیگه وضع خیلی خراب میشه. اوکی. بعد یکی دیگه از علامه آدم هایی که
خیلی اعتمادشون کمه، اینه که با خودشون نگتیو تاک دارن. یعنی همینجوری راه میرن، به خودشون میگه من نمیدونم، من نمیدونم، من کیم، من چیم، من هیچ کاری نکردم تو زندگیم، ام لوزه، ام دیس. یعنی اصلا نمیتونن به خودشون مهربانانه مثبت صحبت کنن. و همونجوری که میدونن همین باعث میشه، چون که فکر میکنن خودشون بدن، قبلا هم صحبت کردیم، هر کس وقتی که ما یه تراینگل دیم سی بی تی میگه اگر تو همون رابطه که با خودت با دیگران و آوتسایدر، اگه من فکر میکنم من بدم، فموس با زیر همه چیز میگه آدمای بیرونم بدن، رایت؟ و فکر میکنم دنیا بده، یونیورس بده، خدا نکرده گاد بده، همه بدن. پس کاری که میکنم تو انزوای خودم میرم. چرا؟ به خاطر اینکه من که بدم، کسی من نمیخواد. برم بیرونم که اونا منو نمیخواد، به خاطر اونا بدن، درسته؟ پس بیشتر دیپرس میشه، بیشتر انزواگر میشه، از آدم ها دوری میکنه و حالت افسردگی بیشتری پیدا میکنه. این هم یکی از علامت جدا. و کسی که منفی گرایه باید چی کار کنه؟ رو خودش کار کنه؟ این هی مصبت سلف تاک داری نمیده قبل آره دو... آره دومی مثلا حرف من را میره هی حرف منفی میزنه. اونی که حرف منفی میزنه همچون که قبلا گفتم خیلی مهمه خودش رو استاپ کنه، در موردش صحبت کنیم که همینجوری که به خود منفی حرف میزنه قبلا نمودش صحبت کرد، یواش به خودش، حتی بلند اگه کسی دور ورشه به خودش بگه stop this is not true you need to stop. یعنی یکی از تکنیک هایی که خیلی کار میکنه بهش میگن stop تکنیک، بلند میگه stop. هر وقت که خودتو کچ کردی که داری حرف های منفی میزنی you need to stop yourself. این خودآگاهی و متوجه حرف زدن آدم با خودش بودن یکی از کاری که تراپی انجام میده و خود ماها میتونه به خودمون انجام بدیم. خیلی مهمه آدم خودش کانورسیشن خودش رو توی سر خودش با خودش خوش کنه، متوجهش بشه و اون جایی که داری خودتو اذیت میکنی، منفی فکر میکنی، آزار میدی، به خودت بگی استاپ و سعی کنی اونجا اذیت نکنی خودتو. من یکی از کتابایی که خوندم و خیلی اصلا مورد علاقه منه در مورد کانفیدنس به عبری میگن بیتاخون یا تراست هست. و انسان که نمیتونه به خودش تراست کنه به نظر من، تا یه حدی میتونه، ولی مثلا ما دیدیم که حتی یه ویروس چیز کووید همه دنیا رو فلج کرد، انسانایی که همه مغز اقتصادی بودن و پزشکی بودن. پس باید انسان به یه چیز ماورای خودش، حالا ما میگیم خدا، اعتقادی داشت. چون نهایتا فکر کنم تنها چیزی که به انسان میتونه اطمینان خاطر بده تو این دنیایی که اگه بگیم باید یکی کسی اون آفریده باشه، باید به خدا باشه. اگر من فقط به خودم فقط اطمینان داشته باشم، خب یه روز هستم، فردا نیستم، پس چگونه میتونم؟ دارم گول خودم میزنم. بگو همون حرف اولی که شما زدین، یه اطمینان دروغین کاذبه. بنابراین اتفاقا من یه مقدار خیلی روی این ریسرچ کردم، ساعت‌ها، حرف 7 8 سال پیشه و یکی از مورد علاقه ترین تاپیکای منه همین بیتاخون، چون تراست این دوره بیش از هر دوره، چه بیزینسمنا، تاجرا، چه مردم که فکر مخصوص دارن، تو کنیسا میان یا تو داونتاون، تو مارکت، آقا ما شب خواب نمیبریم، دیدین همه شب بلند میشه ساعت 12 دوباره 1 2 بیدار میشه. همه با هر کی حرف میزنم میگه من شب چند بار درست یعنی از خواب بیدار میشم. ولی کسی که اطمینان خاطر داره، یعنی فکرش راحت راحته، کیه؟ بیبیه. یه بیبی هست. چرا؟ برای اینکه بچه در آغوش مادر یا پدر همه امکانات رو براش فراهم میکنن، هیچ غم و قصه ای نداره، نه قصه بیمه داره، نه قصه مورگج داره، نه قصه بیماری داره، هیچی تو دنیا میتونه آزارش کنه. بنابراین چگونه هست؟ خیلی خلاصه میگم که از شما بازش کنید. ریشه اطمینان یا تراست، کانفیدنس، اینه که انسان تینک پوزیتیو، مثبت فکر بکنه. چون اگر من مثبت فکر بکنم، مثبت هم خواهد بود. البته خیلی از روانشناسا فکر کنم مخالف مثبت اندیشی هستن، چون نه شنیدم بعضی، حالا شما نه، ولی هستن بعضی روانشناسا، آره بعضی روانشناسا مخالف اینن، ولی ما میدونیم که دست و عمل قدرت دارن. همین چیزی میتونم بلند کنم، دهان قدرت، انسان میتونه با دهانش همسرش رو نابود کنه، یه نیش زبون بزنه بچه خودش رو نابود کنه، درسته احتیاج به اسلحه هم نداره. فکر انسان هم قدرت داره، ما البته ازش استفاده نمی کنیم، ولی مثلا هندی ها دیدین قبلا صحبت کردیم، آنچنان فوکسی دارن، مثلا میشنن روی شمع از کوچیکی تمرکز میکنن، حتی با فکرشون میتونن مثلا یه خودکار رو بلند کنن، حتی با فکرشون مثلا میتونن به شما، تو فکر شما وارد بشن، برگردین شما اونو نگاه، درستن شما یه نفر قشنگ
فکر بکنید داره میره، طرف بر میگرده مثلا شما رو نگاه میکنه، این خب دیگه انرژی باباشه. یا مثلا منفی چیز بچه بازیش، ولی واقعا حقیقت داره. مدرسه که میرفتیم اگر یه روز درس نمیخوندیم، هوم ورک رو نکرده بودیم، ای معلم امروز من رو صدا نزنه ها، برعکس همون روز ما رو صدا میزنیم پای تخت. درسته هر روز هوم ورک رو آورده بودیم صدامو نمیزد، اون روزی که من نیوردم و منفی فکر کردم، این منفیه حالا انرژیه، هرچه کاری بیش نداریم. فکرم قدرت داره دوستان، البته اگر ازش استفاده بکنیم، فوکس کنیم، تمرکز کنیم، فکر اصلا میتونه دنیا رو عوض بکنه. بنابراین اگر کسی فکر مثبت داشته باشه و اطمینان به خالق هر کی بخواد داشته باشه، مثل یه بیبی راحت میخوابه، کارشو البته 100% انجام میده. این نکته مهمیه، چون خیلی از دوستان میرن تو عالم هپروت. هپروت من واخوام میرن تو آقا توکل به خدا، نه از این مریضا تو جامعه زیاد داریم. طرف مریض تعلیم میخونه، آدم حسابی، تو 100 بارم تعلیم بخونه، تو 100 بارم با خدا راز و نیاز کنه، همون خدا گفت اول با بری دکتر. میگه اگر به تو را اعتقاد، میگه به خل اشر تعسه، میگه من به تو برکت میدم در هر کاری که انجام بدی، اگر کار نباشه برکت یا بلسینگ درش نخواهد بود. الان این نفر مریضه باید 100% بره دکتر، بهترین دکتر، ولی همزمان از لحاظ سایکولوژی، از لحاظ فکری، شب راحت مثل یه بیبی بتونه بخوابه. اگر کسی شب، این محکشه، این قسمت آخر میگم برای شما، محک میدونیم به فارسی، به انگلیسی ندارم چه لغتی دارم، یعنی محک زدن نه، محک یعنی مثلا بخوام امتحان کنم یه چیزی ببینم درست نه. اگر میخوایم محک بزنید که مثلا من اطمینان دارم، کانفیدنس دارم یا نه، اینه. اگر تونستی با همه مشکلات زندگی شب مثل یه بیبی، یه بچه راحت بخوابی، اطمینان کامل داری. ولی اگر نتونی بخوابی، یعنی اطمینان کامل نداری، انگزایتی داری، خوابت نمیبره، چطور میشه بگیرنم نگیرم، بمیرم زنده باشم، این میشه اون میشه، کارتو درست انجام بده ولی غم و غصه رو بندازو راحت، این میشه یعنی اطمینان خاطر. خیلی قشنگ گفته، خیلی عالی گفته، اینقدر هم چیزای خوب گفتین که اینقدر تیکای بزرگ قشنگ توش گفتین که خودتون هم خیلی چیزا خودتون رو همینجوری خیلی قشنگ. چون بهش اعتقاد دارم اینو، یعنی یکی از میگم باسن تو باخت وجود منه. Very good. So, بعضی ها به positive thinking، به positive self-talk و positive thinking یه مقدار باش ایشو دارن، نه به خاطر اینکه اشتباه، به خاطر اینکه بعضی موقع همونجور که خودتون گفته، بعضی من تو هپروت یعنی از ریالیتی خارج میشه، یعنی مثلا خوشبین علکی میشه، مثلا به یه کسی اطمینان که این میکنن که همه میگن بابا جون یارو بده، یارو دوز داره، یارو زن داره، یارو بچه داره، تو با کی داره میبینی؟ میدونی اون دیگه میشه خوشبین علکی. اگه میگم پازیتیو تینکینگ دارم، تو که آدم باید عقلم و وسط باشه، همونجور که خودتون گفتی عقلم باید این وسط باشه. یه داستانی هست حتما شما خودتون شنیدین در مورد خدا، یه سیلی میاد، خدا یه به ماشین میفرسته، میگه بابا سیل اومده سوار ماشین باشو برو، طرف میگه نه خدای من وجوده، من تکون نمیخوام. بعد همینجور آبا بیشتر جمع میشه، یک کشتی میفرسته، میگه نه من به خدا اطمینان دارم تکون نمیخورم، کشتی هم میره. هواپیما میفرسته، بازم میگه نه من به خدا اطمینان دارم نمیرم. آن قضا یارو وقتی که میونده میگه خدا من به توی قدر اطمینان داشتم، تو چرا منو ول کردی؟ خدا من میگه ببین من برای تو وسیله فرستادم، تو نخواستی بفهمی که این وسیلهایی که دو وقت زندگی تو هستن، این آدم ها، این وسیله ها، این ریسورس ها اومدن از طرف من هم که به تو کمک میکنن. وقتی که تو نمیخوای گوش کنی به حرف عزیزان دیگران، آدم هایی که ممکنه که اومدن به تو کمک کنن، خب من چجور میتونم به تو کمک کنم؟ بعضی وقتا خدا دایرکتلی با آدم کمک نمیکنه، به وسیله آدم ها کمک میکنه، به وسیله ربای عزیز، به وسیله یه تراپیست، به وسیله یه دوست، به وسیله یه مدل دیگه کار میکنه. واسه همین اون پازیتیو تینکینگ دلیل اونلی پرابلمی که باش داره، به خاطر اینکه بعضی اینقدر پازیتیو فکر میکنن که آن ریالیستیک میشن، اکسپکتیشن علکی میکنن، خوشبین علکی میشن، تصمیمای اشتباه میگیرن، به خاطر اینکه خوشبین دروغکی میشن، نه واقع بینانه کار کنن. واسه همین باش مشکل. این یکی نمد خدا صحبت کردی، من که آدم شفت بکردم به خدا کنه و درست رفته اونجایی که من میخواستم بعدش برم. اولین خدای یک بچه
پدر مادرشه، ولی اولین اکسپریانسش با کسی که از خودش بزرگتر و قدرت داره پدر مادرشه. و تراست اریک اریکسون، اریک اریکسون که یه سایکولوژیست خیلی بزرگی بوده، 8 stages of development بچه ها رو درست کرده. یکی از این stages trust versus mistrust، یعنی اطمینان کردن و اطمینان نکردن. ایشون باور دارن تا قبل از سن 2 سالگی اگر بچه یک محیطی براش فراهم آورده باشه که پدر و مادر یه احساس خوبی بهش بدن، یعنی چه احساس خوبی بهش بدن؟ موقعی که نوازش میخوادش نوازش بدن، وقتی گریه میکنه به احتیاجاتش برسن، وقتی که دورش شلوغ نکنه، یعنی کیاس نباشه، آزاد نباشه، دود و بیداد نباشه، سیف باشه دورش، و همه مهمتر سیمنس و کانسیستنسی. یعنی چی؟ یعنی مثلا آقای دکتر هولوکو همیشه اینو میگه ولی ما میخوانیم، ولی یه واقعیتی درش هست، میگه حتی پتوی بچه تونو حق نداره نوز بکنی. یعنی تو 2 سال اول اینقدر این که آدم باید کانسیستنسی و سیمنس وجود داشته باشه که بچه اطمینان داشته باشه که من محیط دورم سیفه، هیچکی هیچ منو بر نمیده، هیچکی با هیچ من کار نده، نیازهای من برآورده میشه. اونجاست که آدم یاد میگه که اطمینان کنه. 2 سال اولیشون میگه، ولی آقای دکتر هولاکو و خود من هم باور دارم چون سلف استیم تا 3 سالگی طول میکشه که به وجود بیا، اون اطمینان تا 3 سالگی پیش میاد. یعنی من تا 3 سالگی خیلی مهمه که مواظب بچم باشم، ولی تو اون 2 سال اول خیلی بیشتر باید مواظب باشم. اون سال سوم کمی آرومتر میشه، بچه در مدرسه اونجا یه کمی کم کم که توجه بخواد، ولی اون 3 سال اوله که اون اطمینان اون بچه یاد میگیره و اطمینان به یه قدرت بالاتر خودش، و وقتی که بزرگ شد میتونه اون اطمینان به دیگران، به آدمهای دیگه، به یونیورس، به همه دنیا بکنه و بدونه که همه چیزی قانونی داره، دنیا چرت و پرت نیست، بی بند و بار نیست. بچه‌ای که توی محیطی بزرگ شده که اطمینان درش نبوده، وقتی که بزرگ میشه یه فکر میکنه دنیا بی بند و بار یه جنگلیه که همه منتظر همدیگر در همدیگر بکشن، یه بلای سر خودشون بیاد، رایت؟ یا اینکه اصلا با دنیا اوایید میکنه، با دنیا در تماس نیست، یعنی اتشمنت های مریضانه به وجود میاره. بس همین خیلی 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 مهمه که اون اطمینان و اون خدا و ایمان و خوب، یعنی اصلا تراست یه قسمتش امیده. من امید دارم، یعنی من یک کانفیدنس پیدا کردم به خاطر یه چیز همیشه خوب بوده که همین جوری خوب ادامه پیدا میکنه. وقتی من به یه چیز اطمینان دارم، 2 تا چیز میدم، یعنی قبلا کار کرده پس در آینده هم کار میکنه. اتفاقا اینو من جا انداختم، این قسمت اصلیشه، اطمینان خاطر که پازیتیو مثبت، یعنی من اینقدر خیالم راحته میرم شب میخوابم که میدونم عملی خواهد شد. این به من آرامش خاطر رو میده. اگر بشه نشه، هنوز اطمینان خاطر ندارم. حالا به قول بعدن اگر نشد، به قول شما هیچ گارانتی تو دنیا نیست، ولی من کار خودم رو درست انجام دادم، خیالم راحت، وجدانم راحته، خیالم هم راحت. حالا من یه چیز بگم در مورد بچه، گفتیم من اولین بار شنیدم و خیلی قشنگه که پتو مثلا تا 2 سال عوض نکنن، خیلی مهمه پدر مادر باشن بالایش، عالی. آیا فکر کنم در مورد بزرگسالان هم این اپلای بکنه؟ چرا؟ مثلا من خیلی از دوستان، حتی مثلا من جمله خودم، مثلا یه جا میری هرکات میگیری سلمونی، چرا هی بخوای هر دفعه عوض کنی؟ تو وقتی خیالت راحت، این مثلا میدونی با به وقتی موهاتو میزنه خیلی قشنگ اونجوری که تو دوست داری میزنی، چرا بخوای عوض کنی؟ یا مثلا رفتی یه دنتیست، دندون پزشک، از 20 سال میری، حالا چرا بخوای عوض کنی؟ من نمیدونم عوض کردن این به چه دردی تو میخوره. بیدن فکر کنم یه مقدار فکر انسان هم درسته. آره، ولی خب یه فرقی که بین انسان و بچه وجود داره، ما متاسفانه یا خوشبختانه همجوری که بزرگ میشیم خونمون عوض میکنیم، دانشگاهمون و کلاسمون و محیط زندگیمون عوض میشه، مشکلاتمون عوض میشه، و خیلی مهمه که ما همجوری که بزرگ میشیم بتونیم یواش یواش تیک ریسک بکنیم و فلکسیبیلیتی داشته باشیم، چیزای جدید رو امتحان کنیم. یه بچه یکی 2 ساله اول بعد اون اطمینان داشته باشه که دنیا امنیت داره که بعد بتونه اون ریسک رو تیک کنه. وقتی که اون اطمینان اولیه به خودش و دیگران نداره، خب میترسه هیچ ریسکی تیک بکنه. سو ریسک کردن اولین
حرفش اینه که من باید یه اطمینان کامل به خودم و به محیطم و اوتسایدم داشته باشم که بتونم این قدم رو بردارم. ولی اگه به هر دلیلی من اون اطمینان رو ندارم و وقتی یه بچه اینجوری میشه اطمینان به خودش نداره و به دنیای خودش نداره، همونجوری که گفتم این سته به هم رفته. وقتی که من به خودم اطمینان ندارم، به دیگران ندارم، به دنیا، به قانون دنیا، به یونیورس، به هیچ اطمینان ندارم. همه چی از خود آدم شروع میشه شاید، اگر با خودم همه چی از خودم همش به همش. یعنی اگر وقت دادم به تو خودش سالم کن، تو رابطه هم سالم تر میشه، رابطه با هر کسی. مثلا همین خیلی باهم کردم با خودش کار کنه، یعنی بی خودی سی همه تراپیست اتفاقا خیلی قشنگ راست حرفتون قطع کردیم. مثلا همیشه میگفتن، حالا اینو درکش کردم، یعنی میگفت مثلا اگه میخوای دنیا رو عوض کنی اول با خودت عوض کنی. ولی همه ما میخوایم سعی کنیم اول دنیا رو عوض کنیم، همسرم عوض کنم، جامعه هم، کنیسه هم، سر کار، آدم های دنیا، ولی کار نمیکنه. بلکه یکی دوتا که نیستن آسون تره. نه اون آسون تره. من اگه بخوام چینج خیلی کار سختی ربای. من اینو به تو قبلا هم میگه، من خودم هنوز ترپی میم ولی ترپی زرگه برام. چینج کردن کار آسونی نیست. هرچی که رشد میکنیم، هرچی که بیشتر پیش می، هر چی میخوایم بیشتر به خود متوجه میشیم چقدر ما آدمای ناقصی هستیم. یعنی واقعا نقص داریم هممون. حالا بعضی از نقص خودمون میشناسیم، بعضی نمیشناسیم، و خیلی مهمه که آدم بدونه که همیشه جای رشد داره و اگر خودش رشد کنه است که میتونه تو زندگی خوشحال و هپی باشه. اگه اون رشد درونی نکنه، همه دنیا نمیتونه عوض بکنه. اول از همه دوما اگر عوض شه باور کنی، به قول آقای دکتر خود حالا گویا میشه نمیگه اون آدمی که عوض شد که با شما نمیمونه، خب میگه که سالم تره. من همیشه به بعضی از دوستان میگم، میگم یه تراپی مجانی بهشون میده، حالشون خوب میشه میپیشه یکی دیگه. مثلا اگه حالش خوب میشه دیگه میشه شما نمیمونه، حال خودتون رو خوب کنه، نمیخواه حال کسی دیگه رو خوب بکنه. خب این تا اینجا خوب. پس بچگی خیلی مهمه. چه اتفاقی در بچگی افتاده این باعث میشه که بتونیم اطمینان داشته باشیم، یاد بگیریم که خودمون اطمینان داشته باشیم، به دنیا اطمینان کنیم، به مردم اطمینان کنیم یا نکنیم. اکثر ما که فکر نکنم بچگی خوبی داشته باشن ایرانی ها. هرگه برگردم ولی خب نه، بعضی موقع وقتی که آدم بچگی بدی داشته تو رابطه های بزرگتر که میشه معلم هایی هست، اینا چندی موقع دوستایی هستن، شوهرایی هستن، خانمایی هست که بعضی اونقدر اون اطمینان برشون به وجود میارن که طرف میخواد خودش کار کنه و خودش رو شروع میکنه دوست داشتن و شروع میکنه خودش کار کردن. اگه رابطه سالم با آدم های سالم داشته باشی، آدم ها میخوان سالم تر بشن. ما اصلا وجودمون رشد رو میخواد، فقط ترسی که باعث میشه که نریم دنبالش. همه ماها میخوایم رشد کنیم ولی اینقدر میترسیم که دنبالش نمیریم. خب همونجور که گفتم، پس بچگی خیلی مهمه. یه دلیلی که آدم ها تراست ندن به خاطر اتفاقایی که تو بچگیشون افتاده وقتی سن خیلی کوچیک بوده، اونجاست که کانفیدنس و سلف استیم به وجود میاد. بعدش هم بعضی دیگه تروماتایزیشن، یعنی چی؟ میان ازدواج میکنن، توی رابطه که کتک میخورن، یا رابطه که بیتریل شدن، یا از آدم ها اینقدر هرت شدن، یعنی خیانت توش بوده، کتک زدن توش بوده، اذیت آزار توش بوده، اونم باعث میشه که آدم ها اطمینانشون نسبت به خودشون و اطرافیان کمتر بشه. اونم یه ترامایه که بعدش کارشه. مثلا بعضی ها مثلا اگر اکسپرینس تجربه بعد مثلا با یک مرد داشتن و بعد میگه مثلا همه مردها بدن، نمیخوان ازدواج کنن، اینم همونجوری تروماتایز شدن. اجازه میشه. آفرین. این هم جزء اون ترسمی بخواهده که من توی سیستم فکریم این قانون اومده که من هرت شدم. اگه پدرم ممنون آدم که خودشون توی خانواده بودن که ابیوز بودن، اترکت میشن به آدم هایی که ابیوز میکنن یا ابیوز میشن. چرا؟ اوکی، بخواهده که من این که توی خونه بزرگ شدم که توش آزار بوده، دوتا چیز دیدم. یه نفر آزار دیده، یکی آزار شده. پس من از مثلا من توی خونه هستم، یا انگلیسی صحبت میکنم یا فارسی، یا اینو یاد میگم یا اینو، بعد خیلی هم ادوانس باشم از اینجا به اینجا میپرم. چیز وسط سالم رو یاد نگرفتم. یا ممکنه بخوام برم اونجا اونا رو درست کنم، یا اینکه خودشون ابیوز میشن، تو رابطه ابیوزیو میمونن، یا طرف اذیت آزار میدن. کسی که بخواد یکی به زور اذیت کنه، این آزاره فکر نمیکنه؟
کسی که خودش نمیخواد عوض شه، تراپی نمیگه، کمک نمیگه، شما جو واسه به زور میگه مشروب بخور، مشروب نخور، کار بکن، کار نکن، هی دعواش بکنه، کتکش میکنه، پول دانش بخور، اینم یه جو آزاره نیست؟ خوبی شما خان، ولی خب اون آماده نیست. اون آماده نیست و بیشتر اذیتش میکنه، انقدر اطمینانی هم که اون که به خودش داشته باشه نداشته باشه. خب اوکی، تا اینجا خوب. پس تراست و فهمیدیم از کجا میاد و چرا اینجوری هست. حالا چه کار میتونیم بکنیم که مقدار سلف استیم یا تراست رو تو زندگی بیشتر کنی؟ من 6 تا ستون، مال آقای نتانیل برندن، ایشون یه کتابی نوشتن در اسمش از 6 Pillars of سلف استیم، کتاب خیلی معروفیه. 6 Layers رو نوشتن و یه مقدارش از ایشون گفتن، یه مقدارش خودم جا به جا خیلی عوض کردن، ولی 5 تا 6 تا همون چیزی که ایشون گفتن. و ایشون باور دارن برای که بخوای اعتماد به نفستون زیاد بشه، اول از همه باید خودتون رو بشناسید، متوجه خودتون باشه، با خود خودآگاهی داشته باشید، با احتیاجاتتون، با احساستون، با رفتارتون، با فکرتون، خودتون رو بشناسید، متوجه خودتون باشه، مایندفول باشید. این اولین کاری که میتونید بکنید اگر میخواید تراست کنید به خودتون. من وقتی بیت جدن بفهمید واقعا تراست به خدا هم همینه، اگر خدا رو نشناسی چگونه میخوای داشته باشی؟ آقا من خدا میگم، خدا وجود داره، ولی باید خدا رو شناخت تا اونجایی که میتونه درک کنه، فلسفه کتاب بخونه، اون موقع اطمینانش هم بیشتره. مثل همین که شما میگین، هر چقدر خداگاهی بیشتر باشه اون موقع میتونه اطمینان به خودت هم بیشتر باشه، ولی خودت نمیشه. خیلی قشنگ. و میدونی سیستم چجوری کار میکنه، میدونی چی اذیتت میکنه، میدونی چرا اذیتت میکنه، میدونی چی اذیت میکنه، میدونی احتیاجاتت چیه، میدونی کجا دوست داری بری، کجا دوست نداری بری. مثلا خیلی مهمه آدم خودآگاهی داشته باشه. حالا اینا میتونین کتابایی بخونین که بهتون کمک کنه خودتون بشناسی، میتونین مدیتیت کردن خیلی کمک میکنه، تراپی کمک میکنه، نوشتن خیلی کمک. ما صدها با در مورد نوشتن صحبت کردیم. نوشتن یکی از بهترین راهی که آدم به خودش متوجه باشه. وقتی یه مقدار ناراحتی یا خوشحالی بنویسه، بابا بنویسه، بنویسه که I feel this way, I think this way, I need this thing. اینا احتیاج دارم، اینا فکر میکنم، اینا انقدر بکن که باید تو اوتوماتیک باشه و این تاچ باشه با احساستون، با فکرتون، با بدنتون، حتی با بدنتون. خیلی عزیزان هستن که درد دارن و اینقدر میدونن که اصلا نمیفهم پاشون درد میکنه، تا وقتی که مثلا شب میشه میشینن. من امروز چیز یاد گرفتم، فکر کنم این خیلی مهمه که این چیز ذکر کنیم، به اینم حتما رب داره، بی رب نیست. بعضی وقتا مثلا پدر مادرها با بچه هاشون پرابلم دارن، درسته؟ خب الان خیلی تینیجرن، یا نفر ممکنه همسرش مشکل داشته باشه و هر کاریش میکنن این مثلا پیش روانشناس نمیاد. اوکی، حالا میخواد چه کار کنه؟ من شنیدم خیلی روانشناس، اوکی این نمیاد، تو برو. همسرت نمیاد، تو برو. بچت نمیاد، تو برو. چرا؟ برای اینکه این در مورد بچه یا همسرت آگاهی کامل پیدا میکنی، مثل که خودشناسیه، و این به تو اطمینان خاطر میده، حالا راحت تری. ولی قبل از اینکه بری روانشناس، این یک موضوع مثلا بیگانه برای تو بوده و همیشه آزارت میداد، شب نمیتونی بخوابی، بیزینس نمیتونن انجام بدن، کار، همه ارتباط با زنش خراب میشه به خاطر بچه. ولی اگر تو بری روانشناس، اصلا خود مشکل حل میشه و راحت تر میتونی با اینا دیل کنی. اینم اکثر ما ایرانی به ما یاد ندن، میخوایم اینو ببریم روانشناس، نمیاد، تو برو. وقتی که میرین و خودتون در آرامش یه آرامش پیدا میکنین، دیل کردن با اون طرف خیلی آسان تر میشه. بعضی موقع ما احتیاج به عشق و محبت و آرامش داریم. وقتی میرین اونجا، اون از یه تراپیستی میگه یا کمک میگیرین یا میشناسین که چه خبره، اون آرامش باعث که طرف بیاد پیشتون و حتی بیاد بهتون میگه که من ممکنه احتیاج به کمک دارم. و دوباره میگم، یه تبلیغ هم اینجا بکنم، National Alliance on Mental Illness یه ارگانیزیشنه که کلاس میذاره برای عزیزانی که این نفر دارن که سیویر منتال ایلنس داره. و تنها کارش اینه، یکی از کارهایی که میکنه که من تو اونجا باشون کمک میکردم و هر وقت که بتونم کمک میکنم، اینه که ایژوکیت میکنه عزیزانو در مورد منتال ایلنس های خیلی شدید، که اگه چنین عزیزانی باشون زندگی میکنن، بدونن چجور زندگی کنن که خودشون کمتر زرش بگیرن و طرفم کمتر زرش بده. به خاطر که وقتی که من اون حالش بده، من حالم بده، خب اونجا کیاسه دیگه، یعنی هیچ کس آرامش نداره.
نه و حتی مثلا روانشناس میتونه راهنمایی کنه چگونه این 100 هیل بشه درصد شفا. من هی بیشینم میگم این نمیاد، خب منم تو خونه 5 سال 10 سال بیشینم با این هی تیک کنه، خب منم اعصابم خورد میشه، اینم به جایی نمیرسه. حداقل میتونه جاهایی که میتونه، همه جا جاهایی که میتونه، میتونه یه رابطه سالم تری بده که طرف حداقل عزیزانی که دور ورشه خیلی زجر نکشن. این خیلی خیلی مهمه بود. این خیلی مهم بود شما گفتید. وقتی یه کسی کمک نمیگه، من حتی برای دروگ و الکل هم همینطور، همیشه میگم خیلی مهمه که دیگران برم کمک بگیرن، خودشون یاد بگیرن. و بیشتر موقع یه چیز دیگه هم که خیلی کمک میکنه و من به کلاینت میگم، میگم ببین تو مشکل با طرف داری، خب چرا نمیبه یا بگی من نمیدونم با تو چجور رفتار کنم، دوتایی با هم به تپی رو رابطتون کار کنی، نه اینکه به اون رو عوض کنیم، بیاین اون رابطه کار کنی. و خیلی عزیزانی که تنها نمیخوان بیان تپی، حاضرن با یک دیگه بیان به خاطر اینکه فکر میکنن اون یکی کار میکنه، خودشون نمیخوان کار کنن، ولی وقتی فکر میکنم میام تو تپی حالا مامانم رو دوست میکنم، خیلی ممکن بیان. اوکی دومین چیزی که خیلی مهم، پس یکی خودآگاهی، به خود شما این خودآگاهی خیلی مهمه که آدم نیازها و احتیاجات فکرهای خودش رو بدونه و خودش کار کنه، خودش رو بشناسه، سیستمش رو بدونه چجوری کار میکنه. این خیلی مهمه. دومین چیزی که خیلی مهمه، اینم همه این شیشتا همش از آقای نتانیل برندن گرفتم، سلف اکسپتنس. ایشون گفتن سلف اکسپتنس، من اونو یه جور دیگه ترجمه میکنم، این که آدم بتونه خودش رو قبول کنه به عنوان یه آدم imperfect یا ناقص. این کتاب خانم برنی براون اون دفعه براتون بودم، Gift of Imperfection، خیلی مهم آدم خودش رو همین جور که هست قبول کنه، نه یه آدم دروغی که تو مغزش رو imagination‌شه. منی که سنم میه بالا، منی که مثل قبلا کار نمیخوام، منی که چه میدونم یه توانایی دارم، نمیتونم بشه خودم یه آدم دیگه ایمرجین کنم، یه کنم یه کسی دیگه هستم، من همینم که هستم. پس اونی که هستم و همونجوری که هست قبول کنم، هم چیزای خوبش هم چیزای بدش، و از اونجا پیش برم. اینم این هم خوبه هم بده، خیلی وقتا انسانو محدود میکنه. خیلی انسانی هست که مثلا نفر میبخشین فلج دکتر گفتن رو صندلی چرخ داره، دیگه اگر قبول کنه آقا من دیگه رو تا آخر رو صندلی چرخ دارم، یعنی هیچ وقت بلند نمیشه. ولی انسانایی داریم که امید دارن، اینقدر مصممن، ددیکیشن دارن که حتی از رو صندلی چرخ دارن بلند میشن. ولی اگر قبول کنه که من همینم، هیچ وقت به عنوان ایمپروومنت و پیشرفت جلو نخواهد رفت. من زیاد باهاش موافق نیستم. قبول کردن من معنیش این نیستش که من نمیخوام عوض بشم. قبول کردن من اینه که من اینجوریم الان، در موردش میخوام چه کار کنم. به قول شما میخوام فشار بدم، میخوام هرچی که دکتر بگم بزنم کنه بیشتر روشنه تونگی، ولی بدونم که دکتر به من اینو گفته، پس خودم کتک نزن به خاطر این موضوع. نه اینم قبول ندارم، اینم با همه all the respect قبول ندارم. چرا نه، من اینکه خیلی وقتا دکترها شروور میگن، دکتر من هفته پیش تجربه خودم بهتون گفتم، و حتی انسانایی که ازشون قطع امید کردن این نمیشه به اینجا، آقا 90 سالشه دیگه تمومه، دکتر اجازه نداره بگه. آدمی هست که 90 سالشه، یه موقع هم 40 ساله که اومده پدرشو آورده، اون 40 ساله فرداش میمیره، این 90 ساله 10 سال دیگه زنده است. بارها دکتر گفتن آقای 2 ماه دیگه بیشتر نیست، پسرش مرد ولی مرد 10 سال دیگه زنده بود. نه با حقیقت، این حقیقت محضه. ولی یه چیز، من نمیتونم به حرف دکتر اعتقاد کنم که بگن آقا تو مثلا همینی که هستی. I don't believe. نه ولی وقتی که شما بشه چند تا دکتر میان، دکتر ساینتیستی با عقل پیش میان، اگه چند تا دکتر واقعا چندین دکتر، حالا شما شاید چه میدونم، نمیدونم دکترایی که شما رفتین کی بودن که هیچکی نتونست کمکتون کنه، ولی بالاخره اونها اگه یه دیگری دارن یه چیزی رو میدونن. خب حالا به قول شما اکسپشن هست، دکترام کامل نیستن، دکترام ناقصن، همه آدما ناقصن، همه آدما ناقصن. دکتره به نظر من باید این اطمینان رو به هندانه، در مورد اطمینان این صحبت میکنیم به پیشنت، به مریض بده من متواضعم. اکثر دکترها میبخشن متکبر و مغرورم، من همه چی میدونم، اینه که من گفتم همینه درسته، هیچ کسی گرم قبول ندارم. این مثل ربای، بعضی ربای اینجوری هم، بعضی ربای آقا من راهی هیچ، ولی کسی دکتری که واقعا متواضع است و خوبی مریض رو میخواد، میگه ببین با عقل ناقص من این همه درس خوندم، نظر من اینه، ولی دلیل نشد که ببین ممکن راههای دیگه بعدا بیاد، امید بهش بده، نه تو همینی که هست باش بساز دیگه. من با این طرز فکر مخالفم. اونجا شما، من با شما قبولم، ولی
ولی دکتر یه چیزایی خوندن، من همجور که گفتم دکتر هم ناقصن، دکتر هم هستن که نمیدونن، بعضیشون به قولشون انقدر قول دادن که نمیتونم میگه. ببین این چیزی که من میبینم، ولی چیزای دیگه هم ترای کن، آدم های دیگه هم ترای کن، با کتاب بخون، با اون یه دونه، ولی چیزی که اون میدونه به شما میده، ولی ناقصن، دکتر هم ناقصن. حالا فکر میکنه دکتر خدا، خب بودم یه چیز خونده، یه چیز تجربه ده به شما، نه دکتر خدا، نه ربای خدا، نه روانشناس خدا، اینو یعنی هیچ کس همه این خیلی و این باعث گمراهی بیماران نباید بشیم و یا کسی که میاد پیش ربای هر کس، حتی حرفی که یه تراپیست میزن یا یه چیزی که ربای میگه، یه چیزی که یه دکتر میگه، 10 سال دیگه از حالا میان میگن بابا این کار نمیکن، یه کار دیگه بکن. ما موقع که بچه‌م بزرگ میشه وقت بهم میگم اینا، یه کتابی بودن یه آقای که اصلا نمیخوام اسمش رو بیارم، میگفتن بذار بچه وقتی کوچیکه، وقتی تو سن کوچیکه بذار بچه گریه کنه. من اصلا وجود من اجازه نمیده که من این کارو کنم. همه جا پخش شده بود دیسید بس وی تو پرنت، اجازه بده بچه کوچیکه تو اینقدر گریه کنه که خودش بخوابه. بعد از چندین سال گفتم بابا همه بچه‌هایی که تو اون جنریشن به این حرف گوش کردن، بچه‌شون همه بچه‌های پر انگزایتی و تروماتایز شدن. ساینس هم عوض میشه، دکتر هم عوض میشه، هیچ که هر کسی یه چیزی میدونه. و به قول شما من نمیگم که، ولی سلف اکسپتنس یعنی چی؟ یعنی من اگه یه ایشو، اگه پام درد میکنه، احتیاج به چیزا برم دکتر، اگه این دکتر بشه اطمینان دارم دکتر دیگه برم. باید اینقدر، ولی مشکل خودم نمیتونم دیگه نکنم، نمیتونم که پام درد میکنه که هم شد. یعنی مشکل درک کن، قبولش بکن، ولی دکترم مثل به قول شما، مثل همه ماها، مثل خود بنده که الان یه سی ممکن بگم 10 سال دیگه چیز دیگه بگم، آدم های ناقصی هستیم که جای رشد داریم. ساینس هم جای رشد داره، ولی فعلا تنها چیزی که اون دکتر شما میرسونه، من نمیدونم دکتر خوبی بوده یا بد، نمیدونم، یه اشتباهی که به شما کرد که بتونه گفت با بیشتر بخون، با جای دیگه چک کن، با دکترهای دیگه چک کن، شاید اگه اونه بهتون میگفت شاید شما یه احساس آرامش دیگه اونو راست بگید. اوکی یک، پس سلف اکسپتنس به از اونجایی میاد که من ام گود اناف حتی اگه پرفکت نیستم. اوکی من ناقصم و با اینکه ناقصم بود اینا همون. بعد سومش مسئولیت پذیری. آدمی که تراست داره خیلی مسئولیت پذیر. یعنی چی؟ یعنی من مسئولیت سلامتی خودم رو به عهده میگیرم. حالا به قول شما رفتن این که اگر مریض شدم برم دکتر، اگر دکتر به کار نکرد دکتر دیگه برم، من مسئول خودمم، مسئول خودم که ورزش کنم، غذای سالم بخورم، خوب بخوابم، من مسئول اینم که خودم مواظبت کنم، اگر کسی منو اذیت میکنه سعی کنم تا موقعی که طرف اینجوری اذیتم میکنه تا اونجا که میتونم فعلا فاصله بگم تا راه بهتری پیدا کنم، خودم آزار و اذیت بی خودی نکنم، اگر کمک احتیاج دارم کمک بگیرم، و اگر توی رابطه های گذاشتم داریم نمیده استرس رو بد میکنم اطمینان نکردم، برم به خودم کار کنم، یاد بگیرم این ترست رو به خودم به وجود بیارم، خودم رو دوست داشته باشم. من مسئول خودمم، من مسئولم که خودم رو دوست داشته باشم، مسئولم که خودم مواظبت کنم. خیلی قشنگه. تو واقعا دنیس برگر بارها میگه و اینم تو کله من رفته، I love it. ویکتیمایز کردن یه نوع بیماری دیگه است که تو جامعه ما اومده، ایرانی آمریکایی، ما قربانی جامعه. آقا طرف ازدواج نمیکنه میشه سن 35 40 45، تقصیر ربایا هم، تقصیر جامعه هست، تقصیر داونتانی هستن، برای من حرف در میارن این اون، میتونی تا آخر عمرم بشینی عذر و بهانه بیاری، ولی شماره 3 میگه چی؟ مسئول زندگی خودت خود هستی، با مسئولیت قبول کنی. اوکی پرابلم هست برات حرف در میارن، اوکی یه هم آدم ازدواج میکنن، خب پس تو هم میتونی که از اونا باش ازدواج کنی، ولی اگر بشینی منفی فکر کنی به هیچ جا نمیرسی. خیلی قشنگه. ممکنه واقعیت حرف باشه، ممکنه خیلی ما یه جامعه هست همه پشتن پیش زیاد میکنن. بگن. من انقدر دیدم آدمایی که نامزد کردن توی نامزدی مردم خواستن براشون بزنن. یه واقعیتی هست، ولی به قول شما به من شما هیچ ربطی نده. ما مسئولی خوشبختی خودمون هست. اگه تو جامعه تون یه هستی که اینجا با یه جای دیگه دو مازن شوهر بگن اصلا با نیویورک ولی مسئول خوشبختی خوشحالی سلامتی خودت هست. چهار شما چهار که همه ربط یه میجوری پیدا میکنه به شما، یکی اینه که assertive باش. assertive یعنی چی؟ یعنی که حرفای خودتو بزن،
حرفتو بزن. اگر چیزی اذیتت میکنه، اگر از یه چیزی آزار میدی، به جای اینکه خودتو ببندی تو خودت بریزی یا دوری کنی از آدم ها، حرفتو بزن. بیشتر آدم ها خوبن وقتی حرفتو میزنی. بیشتر آدم ها از اگر هم اشتباهی کرد که میکنن، معذرت خواهی میکنن. بیشتر ما ها اینجوری هستیم. بس مهمی که حرفتو بزن که دیگران بدونن که چی اذیتت میکنه، کجا باید چجوری رفتار کنه. هم به یه کسی یه چیز یاد میدی، هم که خودتو خودت نگه نمیده و تو رابطه نیازاتو برآورده میکنه. پس حرفتو بزن، سلف اسرتیو، حرفی که تو احساستو، نیدتو، تو هر چیز تو رابطه که می، حرفتو بزن. از این که حرفتو بزنی نترس. یعنی من نمیدونم چرا جامعه ما تو این میلنگه، هیچ کس حرفشو نمیزنه، هی میذاره جمع بشه یه دفعه میشه بم، منفجر میشه. آخه به ما یاد ندادن ریشه چی از نظر شما؟ این ببینید به شک، الان شما خود من ایران رو نگاه کنین، ما از اون اول، حالا تو دایش ها شاید یکم بیشتر جامعه داشت، ولی خیلی حق اصلا مقصد بچه حق حرف و وجود نداشت. اصلا ببینید اصلا احساس خودم بزرگان نمیستن احساسشون چیه که بخوام بگم. من هنوزم با عزیزانی کار میکنم، میگم how are you feeling، احساست چیه؟ میگه من نمیدونم احساسم چیه. بهش میگم های یو فیل، میگه میخوام برم اونجا. میگم خب احساس چیه؟ رفتن و میخوام برم تصمیم، فکر، احساس چیه؟ بدون های دی فیل. ما ایرانی ها مخصوصا میدل استنال، فقط ایرانی ها نمونه که اونجا هستن، انقدر با روح و روان خودمون آشنایی نبود نداشتیم، بیشتر افسردگی استرس رو بدنمون نشون میدادیم. بهش میگن سوماتیزیشن، یعنی وقتی که سوماتیزیشن یعنی بدنه نشون داد یه خبریه، خودت نمیفهمی که افسرده‌ای. میرفتن دکتر، پاش درد میکرد، دستش، دوتا دستش درد میکرد، میرفت دکتر، هزار تا تست میشد، نمیفهمدن چشه. بعد آخر سر بعد از چند تا دکتر رفتن به پسرش بشه تراپیست، میگفتن برو خودت کار کن، یا دیپرشن داری یا انگزایتی داری. اینا خودش هم بحث خیلی قشنگی است. این وقت اینا رو باز کنه یه دنیایی برای خودش. ما خانم ایرانی همیشه پاشون درد میکنه، همیشه کمرشون درد میکنه، گردنم، دستم، شونم، دست بیشتر موقع دست که درد میکنه شونه استراب انگزایتیه. آره؟ واو. سو بدن نشون میده، درد رو بدن نشون میده، و چون با احساس آشنایی نداره، با ترس آشنایی نداریم، تو بدنمون، بدنه بهت میگه یه خبریه، ولی خودت نمیفهمی یه خبریه. متوجه هستین چه میخوام بگم؟ این درد چون میگفته اگه دردی می دکتر پس میتونه درد چیز کنه، اگه میگفته احساس پرابلم داری چه گوش نمیکرد، مثلا اصلا یاد نگرفتی. خب تون واقعا اینا میگم بگم خیلی قشنگ میگه سر که سالم باشه بدنم سالمه. من روششانا ما بهش نمیگیم نیویه، میگیم هد اف دی ایر، سر. اگه سر این 48 ساعت سالم باشه همه سال خواهد بود. بدن هم همینه، الان همه فکرها خرابه، انگزایتی، استرس، دیسپریشن، بدنام آرتروز دارن، این جاش درد میکنه، اون جاش درد میکنه. دوستان اگر سرمون رو سالم نگه داریم، باور کنیم رو بدنم اثر میذاره، تمام انرژی بدن اثر میاد. این آخرین ریسرچ نشون داده که مایند با بادی با بدن از هم جدا نیستن. یعنی اگر تو مایند سالم نباشه، بدنت هم سالم نمیتونه باشه، رو بدنت اثر میذاره. خب هم تونتون تموم کنم. شما پنجی که ایشون میگفتن اینه که زندگیتون باید یه هدفی داشته باشین، باید آرزوی داشته باشین، هدف داشته باشین، یه امیدی به آینده داشته باشین. یعنی زندگیتون یه جور زندگی کنین که هدف توش باشه، علکی پلکی هرچم حرفی و هرچی شد شد نباشه. حالا هر کسی هدف خودشو میدونه، وقتی که خودتو بشناسه هدفت هم بیشتر میدونه چیه. اوکی برم شیشومی؟ بفهم اونا خودش یه دنیاییه ولی میریم. اوکی حالا اگه خواستیم بعدا دنیا با میکنم شیشومی که خیلی به نظر من یکی از مهمترین چیزاشه اینه که آدم باید به آدم درستی باشه. شما گفته شب راحت بخوابم، یه اصول اخلاقی رو برای خودش داشته باشه، یه به یه چیزی باور داشته باشه و یه کوولیو داشته و پاش واسه. منی که خدای نکرده شب مثلا یه دوزی میخورم، یه کار بدی میخورم، یا فکر میکنم الان تکس میخوام، نمیدونم چی چی دنبالم میان و اینا، من شب راحت نمیخوابم. وجدانش راحت باشه.
آفرین، با یه اصول اخلاقی تو زندگی باید زندگی کنی، حالا باید یه چیز برای قشنگ خودت. میخوایم بفهمیم، یه چیز قشنگ فکر نکنم تو حالی شنیده باشین. هارا برلنس که تو نیویورک هستن، یه ربای خیلی بزرگن، میگه انسان به سنگ اعتقاد داشته باشه، به چوب اعتقاد داشته باشه، بهتره که به هیچی اعتقاد نداشته باشه. مثلا خیلی وقتا تو آمریکایی ها مثلا خدا چیه، دنیا بینگ بنگ، میگه آدم بهتره یه چوب خدا قرار بده، حداقل یه چیز مبدأ قرار ده، میدونی؟ ولی اگر هیچی را وجدانی دیگه نداره، هر کارو بکنه نکنه، میدونی؟ خیلی مهم انسان، حساب کتاب. آینشتین هم همینو یه جوری، آینشتین میگفتش که آینشتین میگفت اگه من به یه خدای باور نداشته باشم دیوونه میشم، مثلا همین، فقط به خاطر اینکه دیوونه نشم میگم. خب خب میفهمی، با این عقلش به اینجا رسیده بود که باید باشه، وگرنه انسان هیچ ارزشی تو این دنیا نداره. معنی خدا، معنی خدا چی چی و چه جوری، مثلا داستان هست که هر کسی یه جوری میبینه، ولی به قول شما ادن خیلی ما میخوادم یه اصول اخلاقی رعایت کنه برای آرامش خودش. واو، شب تو راحت بخواد به قول شما. برنامه قشنگی بود، آخرین برنامه سال که به امید خدا هفته آینده که چون روز چهارشنبه است احتمالاً دیگه کلاس نداریم، تا یه هفته تعطیل لیبر دی هم هست آمریکا، درسته روز کارگره. یکی از دوستا میگفت تو آمریکا همه چی برعکسه، خیلی قشنگه، روز کارگر کار نمیکنن، درایو جایی که یعنی ماشین رو پارک میکنن، در که درایو یعنی باید ماشین بره، ولی درایو ماشین رو پارک میکنن. خیلی مثاله دیگه هم میذارن که با هم نمیخوره. در اصلت اونجانه که برای آفرکن سال خوب سلامتی برای همه باشه، مثل همه برنامه قشنگتون. چقدر خوبه که شما همه میخواین، به همه میخواین کمک کنید، خیلی کار قشنگه، واقعا کار خیلی قشنگه. شما خدا عمرتون بده، سال خوبی خوش خودتون و خانواده داشته باشی، و بازم مرسی که این اجازه به من دادی که اینجا باشم. مجبوریم رای دیگه نداره. شوخی میکنم، افتخاریه. خواهش میکنم، مرسی، بازم مرسی که اینجا منو دوباره دعوت کردین. تا سال آینده، آمین برای همه. شبتون بخیر، شب بخیر. دوستان عزیز خیلی ممنون که تا اینجا برای ما بودین، امیدوارم که همه کتیبا و ختیمات و سال خوب سلامتی هم از لحاظ مادی و معنوی، فکر راحت، آرامش خاطر داشته باشیم. یه استراحت میکنیم، چند دقیقه دیگه برمیگردیم با دوست عزیزم هارب داوید لولویان در مورد ازدواج و زندگی شاد، رازهای دیرین یک زندگی شاد، ازدواج شاد با هم مرور میکنیم. شب و روزتون بخیر، برنامه رو هم به اشتراک بذارید.